میداند که دلم میخواهد سر به تن مختار نباشد. الوصف شمشیر کشیدن نسنجیده علی او را مصلحت نمیدانم. مختار مردی نیست که بی حساب و کتاب اقدامی کند. من فکر میکنم عقب نشینی او یک تله باشد. چه تله ای؟ مشکل همین است. نمیدانم. شاید به کمک معلومات شما حقش را دریابم. جناب رفاعه، شما مدتی مدید یارغار مختار بودین. حتما به رموز تدابیرش واقفی. مختار همه ی اهل بیت دولتیانش را به قصد برده که از گزند احتمالی مخالفین در امان باشند. پس میدانست که دولتش را خطری تهدید میکند. چرا با علم به این خطر همه نیروهای مؤثرش را به موصل اعزام کرده؟ شیخ، پسر اشتر سرس قدرت مختار است که به موصل رفته. دستان چپ و راست مختار با مختارند. کیان عجم بن کامل عرب. شمر، من پاسخ شبهم را از جناب رفاعه خواستم، نه از تو. مختار به شبهات امثال تو امید بسته شیخ. او حتما میداند که در میان ما افرادی هستند که بیش از حد محتاطند و ترسو. من تا ندانم دشمن مقابلم چه در سر دارد شمشیر نمی کشم. مانع عزم شما هم نخواهم شد. در عقبه لشکرتان میستم و حتی المقدور حمایتتان میدم. کاش دوشادوش من میستادی شیخ. مختار تو را در میان میدان میدید زودتر چمرخم میکرد. نه شمر، ترجیح میدهم پیش نماز مسجدم باشم تا در میانه میدان. شنیدی جناب رفاعه؟ تو هم میتوانی پیش نماز یمنی ها باشی تا در میانه میدان. هر کس به قناعمی این جهاد چشم دوخته تجدید بیعت کند. چرایش را نمیدانم اسماعیل. حتما در این لحظات سکوت امیر حکمتی دارد. کاش ابراهیم به موصل نمیرفت. آن وقت چه میشد؟ خب، با وجود لشکریان در کوفه مخالفین جرأت عرض اندام نداشتند. آن وقت خطر آتشی بود پنهان در زیر خاکستر. کجا کیان؟ سکوت معما داره امیر دیوانه ام کرده. آن هم در این شب پرخوب و خطر. کاش میدانستم چه در سر دارد. طوری حرف میزنی انگار مختار را تازه شناخته ای کیان. تو سالها در کنار او بودی. سیر تا پیازش را میشناسی. امشب به این باور رسیدم که او را نمیشناسم. نه خودش را، نه تدابیرش را. ای کاش بعد از قیام بیعت امسال شب اس را نمیپذیرفت. شدی رفاعی ثانی کیان، استغفار کن. تو میزان ارادتم را نسبت به ابو اسحاق میدانی. میدانی سرم برود بیعت با او را نمیشکنم. اما حق بده همه تدابیرش را چشم گوش بسته قبول نکنم. من و تو نامحرم نیستیم. چرا نمیدانیم امیر میخواهد با این همه مخالف چه کند؟ تو همه مخالفین را از نزدیک دیده ای. تعدادشان مافوق تصور است. Thank you.
باورم نمیشود. یعنی مختار به تله افتاده؟ گاه به تله افتادم تدبیریست برای رهایی. پس تو از همه چیز با خبری کلک. باور کن چیز زیادی نمیدانم شیرین. همینقدر میدانم برای پریدن از جوی آب اول باید عقب بروی تا بتوانی از آن بپری. ناریه جان ناریه ناریه بچه ها رو جمع کنه قبل ببینم چی خاکی باید به سر کنیم. ناریه خدا نبخشدت مختار، ما را به قصد که شانده تا زنده به گورمان کند. ای خدا چه اقبال پر مهنتی، چه کله پر تقدیری. آرام باش ناریه، طوری نشده. این حرفا بیشتر مرا دق میداد. طوری نشده. باید بیاین سرمان را ببرن تا شماها باور کنید. لشکر مور و ملخ را پشت دروازه ندیدید؟ با کینه ای که من دیدم تا در این قصد دفنمان نکنن بلکن نیستن. ناریه برای من تو عیب است که با یک نهیب دشمن بترسیم و قش کنی. تو کمتر از بچه‌ای که خم به ابرو نیاوردن؟ من بزدلم، موشم، مثل شما هم تارک دنیا نیستم. از جانم سیر نشدم، خوب شد؟ نمیخوام در این جهنم بمانم و بسوزم. جرم است؟ ناریه، عقب نشینی مختار یک تله است، یک تدبیر جنگی است. میخواست به بهانه دشمنان پنهانش رو به میدان بکشاند که کشاند. حوصله کن، همه به زودی تار و مار میشوند. هی هی، گذک نمیر بهار میاد، به همین خیال باشید. مختار مغز شما را خورده، من او را میشناسم. یک روده راست در شکمش نیست. او همه ما را فدای غرور خود میکند. حالا میبینید عمره، او را به هوش آوردی که این مزخرفات را تحویل ما بدهد. بلند شو، خودت را جمع جور کن. زن به این گندگی خجالت نمیکشد، از بچه ها بچه تر شده. تو که صبر ایوب داشتی دمه جان، طاقتت تمام شد؟ عیب من این است که رکم. شما همه ترسیدید، تا خجالت میکشید به زبان بیاورید. حق دارد بترسد، دشمنان زیادن دوستانندک. نمی کردم مختار این همه مخالف داشته باشد. اینجا کوفه از شیری. مردم کوفه مانند زنان آبستن هر دم یک ویار می کنن. امشب علیه مختارن. باید دید مرغ روحشان فردا بر بام چه کسی می نشینند. کجای شیخ؟ خودت را نشان بده،
ما با هم عهد و پیمان بستیم. شبست در این معرکه کاری نیست. در جیداد پیش نماز مسجدش باشد و در این قوقا دخالت نکند. سخنی داری؟ من سراپا گوشم. من عمرم را حرام هم سخنی با سگی چون تو نمی کنم. سگی که نفسش نجس است. گرچه قیاس حیوانی چون تو با سگ جفاییست به این حیوان با وفا. تو از سگ هم کمتری. شنیدید برادران؟ وقاحت و بیادبی و بیمرامی کذاب ثقفی را شنیدید؟ باطن این قلدر جبر مثل زبانش زشت و کثیف است. به خدا قسم خونش را نریزید خونتان را در کاسه می کند و سر می کشد. ای الناس، به زودی خواهید فهمید حق کدام است و باطل کدام. شما فریب حیواناتی را خورده اید که اهل بیت پیامبرتان را تکه تکه کردند. تا فرصت باقی است به خانه هایتان برگردید و شریک جرم این ارازل نشوید و خونتان را به هدر ندهید. به خدای محمد سوگند، به زودی زود قاتلین اهل بیت پیامبر به عذابی علیم هلاک خواهند شد. گریزی کسا روبا صفتون وقتی به تله می افتند مشاعرشان را از دست داده نیش و ناخونشان می دهند. قضاوت را به شمشیرها می سپاریم تا معلوم شود کی حق است و کی باطل. تا سایه این نیزه به نیمه برسد وقت دارید خودتان را تسلیم کنید، وگر نه با من جنید عصر را قبرستانتان میکنیم. چرا لاف زدی شمر؟ ما که منجنیق نداریم. من لاف نزدم به این شهاب. تا سایه نگزه به نیمه برسد منجنیق هم میادم. هنوز بعضی از دوستان به کاردانیت شک دارن شمر. به زودی از شک به حیرت میرسند. رو سفیدمون کردی شمر. الحق که پادشاهی کوفه برازنده توست. جان من منجنیق داری؟ حوصله کن به نجاج، حوصله کن. باور میکنی عبدالله؟ چه چیز را کیان؟ نشنیدی؟ ملعون سخن از منجنیق میکنن. از این مردک بعید نیست. ممکن است دیشب به ضرب زور آهنگران و درودگران کوفه را وادار به ساختن منجنیق کرده باشد. با این حساب کار قیام تمام است. کاری بکن رفاه. تا که باید قاتل و باطل بیستیم تا بر کوس جنگ بکوبند؟ فل مثل چه کاری؟ چه میدانم، هایی هوی یورشی نهیبی. تا که باید افسارمون به دست پسر زل جوشن باشد؟ چه عرض کنم، بعضی ها از مسکری فقط کپل جنباندن را بلدند و از جنگیدن شمشیر چرخاندن را. معلوم نیست پسر زلجوشن چه نجاستی میخورد. این چه جور فرماندهی است؟
چه می‌دارد؟ انگار نه انگار که به تله افتاده. شاید جمیلان را به کمک طلبیده. کسی چه می‌داند؟ مریزاد شمر، دست مریزاد. من فاتحه مختار را خواندم. از امروز به بعد مرا پیش مرگ خودت بدان. نامردم اگر از جانم مضایقه کنم. چرا بشه؟ بنجاج، این قولی که میبینی خیلی گرانتمام شده. پیش مرگ بودنت پیشکش. لطف کن مبلغی به صلح تا باور کنم دلت با من است. چقدر باید به صلحم؟ قیمت 50 شطور ناقابل. 50 شطور؟ این غول یک شبه ساخته نشده. من حد دارم از مدت‌ها پیش در تدارک بودن. تو و جاسوسانت چطور نفهمیدید کیان؟ خب نفهمیدم. میفرمایی چه کنم؟ خودم را دار بزنم؟ برادران، چه وقت مجادله است؟ اسماعیل طوری سخن میکند که انگار من آمدن در انجام وظیفه کوتاهی کردم. سوء تفاهم نشود کیان. واقعا این بلیه را میشود یک شب ساخت؟ از من میپرسی؟ نه، نمیشود. چرا کیان؟ میشود. به معجزه طلا یک شبه میشود کوه را جا به جا کنی. کیان برو برچه را تخلیه کن. نمیخواهید فکری برای من جنب کنید؟ فکری به نظرت رسیده؟ میشود با ریسمان‌های کلوفت تور ببافیم و به خرک‌های قطور چوبی ببندیم و در مسیر پرتاب قرار دهیم. تورها شدت ضربات را کم می‌کنند. وقت داشته باشیم فکر خوبی است. وقت داریم کیان. اشراف شورشی عرب قصر را آباد می‌خواهند. پس حتی المقدور صبر می‌کنند تا مقاومت ما را بشکنند. این بر کسرا، در رگهای شما خون عرب جاری است که برتر از خون عجم است. مجوسان عجم از شمشیرهای آخته شما زخمی هولناک برداشتند. آنها موالی شما شدند، بردگانتان. کذابی کینه عجمان را علیه شما برانگیخت و
بردگانتان بر شما دلیر شدند، پس رواست که احقاق حق کنید و ننگ را از دامان عربی خود بزدایید. شک نکنید که خدای محمد حامی شما. کیان، دلدل را زین کنید. با کدام نیرو امیر؟ ما در برابر دشمن تقریبا یک به دهیم. تازه قول منجنیق هم زهره شرطه ها را ترکانده. چاره چیست کیان؟ به زودی ما را با منجنیق میکوبند. باید خود را به منجنیق برسانیم و او را از کار بیاندازیم. میتوانیم ضربات منجنیق را دفع کنیم. ما پیروز میدانیم، شک نکنید. این وعده خداست. باز کنید دروازه را. دیدید؟ این مار خوشخط و خال هر جا عرصه را تنگ ببیند محال ممکن است مقاومت کند. من نبین زیادم نبین یزید، زندانیش نمی کنم تا باز به شفاعت پسر عمر آزاد شود. به خدا قسم به محض تسلیم شدن گردنش را می زنم. جناب شه، پسر اشتر ما را محاصره کرده. پسر اشتر باید در موصل باشد، نه در کوفه. دیدید تنها نیستید، جنود خدا آمدند. دیدی شمر، دام پهند بوده و ما بی خبر. کاش سایه نیزه را شرط نمی کردی. خاموش بناشو از خاموش. خود کرده را تدبیر نیست،
باید اقل نشینی کنیم و جنگ را به معابر میادین فراختر بکشانیم. کیان، بن کامل، با تمام قوا به دشمن حمله میکنیم. به قاتلین اهل بیت پیامبر که رسیدیم امانشان نمیده. واجب الارضم امین، مبادا از معجزات مختار سخن کنی که دهانت رو میشکنم. جسارت هست امیر، مختار همه ما را فریب داده. نکند به کمک لشکر نامرئیش از کار خارج شده و پسر زلجوشن را دو شقه کرده است. کاری کرده غریب به همین مضمون که فرمودی. جان بکن، چه خبر شده؟ پسر اشتر به موصل نرفته امیر، او به دستور مختار در سابات مدائن اردو زده و به اشارت مختار خود را به کوفه رسانده. اکنون با لشکر انبوهش کوفه را غرق کرده امیر. شوست جان، دست من به دامانت، وردی بخوان تا سهر سائل سقفی باطل شود. کجا شوست؟ اوضا بحرانیست. تو پاپس نکشی میتوانیم بر مختار غلبه کنیم. الحال غلبه بر مختار آرزویست محال. مختار مرد رند سیاست است. شمر حماقت کرد که نسنجیده بر او شمشیر کشید. باور که ما در یک قدم یه پیروزی بودیم. کاش شمر سایه نیزه را شرط نمی کرد. خریت که شاخ و دم ندارد بنش است. مختار بهانه می خواست تا کوفه را برای همه ما ناامن کند. با شورش شما به طلبش رسید. توصیه میکنم قاتلی را گوش و دم ببرید، بران سوار شوید و هرچه زودتر خود را به بصره برسانید. شاید من هم قانع شدم. صاحب، شب از فرار نکند، زنده یا مردهش رو میخواهم. Thank you.
بن حجاج کجاست؟ بی احتمال دومش رو به دوم شبز گره زد و من فرار. نباید به ریسمان پوسیده این نامردها امید می‌بستید. تو چه می‌کنی بن شهاب؟ حتی مقدور می‌جنگم. با آتش زدن خیمه ها می‌توانیم راهشان را ببندیم تا از نفس بیفتن. افتادیم. یعنی چه؟ یعنی که فریب خوردیم. پسر اشتر با لشکر انبوهش به کوفه رسیده، دم درو میکند و جلو میآید. دیر نباشد که به ما برسد. چطور ممکن است؟ با چشم خود دیدم. شایع شده که بر بال فرشتگان نشسته و خود را به کوفه رسانده. یال لجب، میدانستم کذاب ثقفی جادوگر است. شک ندارم ریختن خونش اجر جزیل دارد. این قوقا پاسخی دندان شکن می‌خواهد. به حقانیت یارمان شک داری؟ چشم باز کن ببین، خونخواه حسین دوشا دوش قاتلین حسین ایستاده. شکر خدا برای جبران خطایم فرصت دارد. من رفاعت ابن شداد شیعه علی هستم و خونخواه پسرش حسین. آهای بن شداد، برق شمشیر پسر اشتر تو را ترسانده؟ میخواهی ترک من کنی؟ به خدا قسم تا به حال از برق شمشیری نترسیده و قبضه شمشیر در دستم نلرزیده. این جنگ جنگ باطلیست. ما راه گم کرده و به مختار بدگمان شده بودیم. حال که راه عیان است، روانیست گمراه بمیریم. ما تحت امر تو بودیم، گوش به فرمان تو داشتیم. باید تاوان گمراه کردن من را بپردازیم.
Thank you.
یزدان شم فرار نکند. تعقیبش کن. به او رسیدی امانش نده. بله امیر. گریختند. معلوم بود میگریزند. آتش درست کردند که بگریزند. قصور از من بود. باید با آتش میزدم. ما هم که با آتش زدیم چیزی آیدمون نشد. تردید و تعلل من باعث شد مجال فرار پیدا کنند. کم مانده به خودت زخم بزنی مسلمان. گریختند که گریختند. جای دوری نمیروند. تازه چه خبر عمره؟ شورشیان همه هزیمت شدن. کوفه در تسلط نیروهای قیام است. خدا را شکر. می دانستم خداوند به پسرم مختار عنایت دارد. شنه دیناریه؟ باز هم به مختار و تدابیرش مشکوکی؟ مردک شغال تو را به کنام شیر چه کار؟ ما رو چه به دعوای با مختار؟ خدا لعنتت کند شم که به خاک سیاه ما نشان چون از خاک می جمانی بزرگی با قوم سر بزر برو از خالی داره منی به گوشیم دلابر نامان درهم هست وابسته ایبنی نهدم ما فدایی توی ممیر چه با گگره دهی از یاران عرب تخییر من کنن ما ایمان داریم امیر مختار به همه جنگاوران سپاهش به یک چشم نگاه میکند چه عرب باشند چه عجم در میان یاران عربت هستند کسانی که به اهداف مقدس قیام خیانت میکنند سزای خیانتکاران حدود شرعی است درهم به شرط آنکه خیانتشان اثبات شود چه شده؟ به چشم خودم دیدم ابن شریک نهدی تنی چند از اسیران شورشی را آزاد کرد چون از قوم و قبیلهش بودند من آزاد شدگان را به خوبی می شناسم همه از مجرمین کربلا بودند خواستم مانع شوم ابن شریک با دست بر سینه‌ام کوفت و بر سرم نعره کشید به تو چه مربوط است موالی؟ کار بدی کرده درم تمامی شورشیان اسیر شده ولو از قوم و قبیله مختار باشند زندانی می شوند تا محکمه تکلیفشان را روشن کند صاحب بله امیر فلفور خودت را به من شریف برسان و بگو مادام که اسیران آزاد کرده را کتپسته تحویل نداده نزد ما نیاید بله امیر بیا درهم مختار ای پسر سردار فیلفتن ما شورش کردیم و ضعیفان را ناچیز شمردیم شورش ما جز غرور و خطا نبود
ما حریف را حقیر و ذلیل پنداشتیم و از وعده خدا غافل شدیم، فراموش کردیم که خداوند ضعیفان را وارثان زمین قرار داده. اینک به جهل خود اقرار میکنیم و به معجزه‌ای که دیده ایم. من در غوغای جنگ فرشتگانی را دیدم سوار بر اسبان ابلق با شمشیرهای آخته بر دشمنان مختار تاخته و هزیمتشان کردند. پس ای پیروز، با اسیر مدارا کن، مدارا کن و توبه ما را بپذیر. مرا بندی خود کرده ای، اگر این نقد را نسیه کنی. نامت چیست شاعر؟ الاحقر سراقت ابن مرادس بارقی. دروغت رندانه بود و شاعرانه، یادم میماند. ببخشید امیر، با این جماعت چه کنم؟ زندانبان تویی، از من میپرسید؟ جا نداریم امیر، علی ظاهر این قافل دنباله دراز دارن. من این لشکر اسیر را کجای زندان جا بدم؟ مشکل شماست جناب زندانبان. مشکل شما هم است امیر. از فردا این جماعت وبال گردن دولت میشود. مخارج خورد و خوراک و حفاظتشان سر به فلک میزنند. نگران نباش زاهده، خیلی طول نمیکشد. به زودی هر کس به هر دلیل که در فاجعه کربلا سهیم بوده باشد قصاص می‌گردد. الباقی هم با قید تعهد آزاد می‌شوند. مسئلتون امیر. شما خود علامه دهرید عبدالرحمن. می‌ترسم نتوانم به مسئلتون جواب دهم. مختار، شما ثابت کردی که نسنجیده سخن نکرده و بی حکمت هیچ کاری نمی‌کنی. من یکی بیش از پیش مریدت شدم. شما به برخی از حضرات مؤثر در فاجعه کربلا امان نامه کتبی دادید، مثل عمر سعد. با او چه می کنید که علیه شما شورش نکرده و بیعتش را نشکسته؟ دیر نباشد عبدالرحمن که عمر سعد شرط منقول در امان نامش را نقض کند. مثل تو پوست کلوف نیستیم که قیافه مادرزادی خود را انکار کنیم. پوست انداختیم تا شبیه خودمان شویم. وقتی که آمدید کسی تعقیبتان نکرد؟ کسی با این قیافه کار ندارد شمر. قول میدهم خود مختار هم ما را میدید نمیشود. با همین خیال بافی ها خودمان را گول زدیم و به این روز دچار شدیم. از مختار بعید نیست که عبابیر را مأمور شکارتان کرده باشد. چرا به شرک سخن میکنی اشتر؟ نه کسی به دو دیگ به سر سیاه سوخته زنین شد، نه کسی تعقیب ما کرد. او را سر اصل مطلب. کی میرویم؟ خروزخان فردا، همزمان با گله هایی که برای چرا از کوفه خارج میشن. ابراهیم، من به قاتلین حسین مجال نفس کشیدن دادم، چون می دانستم در میان برخی عوام و ناس کوفه زی نفوذند.
در پی فرصتی بودم تا طینت پلیدشان را آشکار کرده بین مردم بیاورو شوند و حکم مرگشان را به دست خود مهر کنند. در بلوای اخیر این مهم حاصل شد. اکنون ادله این جماعت حتی بین دشمنان ما خریدار ندارد. اما چیزی که مرا دل واپس می کند زنده بودن حیواناتی امثال شمر است. تا امثال شمر نفس می کشند بیم فتنه است. بچه ها را از ترس دایی‌شان فرستادم بروند در میان قبیله‌ام مشق کنند. مشق انتقام. سفارش کردم قبیله‌ام با آنها دایی‌کشان را تعلیم دهند.